بریم سراغ مهمان عزیزمون، مهمانی که افتخار داده تشریف آورده در این شباهنگی، یک دوست عزیز، یک هنرمند توانمند در عرصه تئاتر، سینما، تلویزیون که سالهاست خاطر سازی میکنه برامون و کلی با نقشاش کیف کردیم. ایشالله که لحظات خوبی در کنارش سپری کنیم و خوش بگذره هم به مهمونمون هم به بینندگان عزیز. دعوت میکنم با افتخار از جناب آقای امین زندگانی. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. امین خان خیلی خوش اومدید. خیلی مخلصم. خیلی چاکرم. عزیز دلی. سلام علیکم، بفرمایید، من در خدمتتون هستم. عرض ادب، سلام قربون همتون برم که اینقدر باحال اینو پرنشاد و دم شما گرم که اینقدر صحنه رو گرم میکنید با این الحان زیبا، آوای زیبا و موسیقی زیبا. دوستتون دارم قربون همگی برم. افتخار خودتون. تشکر. آقای زندگانی عزیز، خیلی خوش اومدید. بفرمایید. چاکرم. با اجازه. یالا. با هم نشستیم. آقای زندگانی عزیز، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. ما هم از شما بسیار ممنون کردیم قربونتون برم. و اینکه در مورد مهمونامون گفتی بدون اغراق و بدون تعارف، عزیزانی که به نمایندگی از بینندگان ما در سراسر ایران که زیادم هستن، خدا رو شکر تشریف میارن شباهنگی، واقعا باحالن. اصلا میدونن کجا اومدن. دقیقا. نه بی انرژی میان، نه دمق میان، نه اخمو میان، با اینکه اذیت هم میشن. به هر حال زمانی که ما ضبط میکنیم طولانیه. بله. حالا بیننده ها یک بخششو میبینن. من دوست دارم همینجا به افتخار خودتون یه دست جانانه بزنم. همتون گرم. خب امین خان چه خبر؟ خبر که عرضم به حضورتون، این اواخر، همین در حقیقت چند لحظه پیش، مهمان یک گروه درجه یک بودم در یک برنامه به اسم شباهنگی. لحظه هنگ کردم به خدا، تو همین امروز چند جا رفتی؟ نه همین، من برای اول چاکرتم. نه چه خبرمو یه خورده ببر قبل تر دیگه. آره دیگه، آخه این بهترین خبر این بود برای من. برای ما بهترین خبر بود عزیزم. حامد عزیزم رو ببینم، حامد آهنگی نازنین که دلتنگت بودی، عزیز دلمی، دستبوستم. همیشه با انرژی مثبتش، با حال خوبش، حال همه رو خوب کرده. چه موقعی که فدای تو بشم، رو سن طاقت بازی میکرد با اون انرژی و با اون حال خوبش، چه موقعی که جلو دوربین تلویزیون بازی کرد، سینما، و الانم تو این برنامه درجه یک شباهنگی که واقعا من فکر میکنم اصلا روزی که شما، خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتونو، یعنی این بسیار فامیلی آهنگی پشت اسم شما در حقیقت نشست، این برنامه رو خدا تو آسمون برات ثبت کرد. خدا رو شکر. آقا تو فکر کن مثلا من قرار بود این برنامه رو اجرا کنم، اسمش چی میشد؟ شب زندگانی. خب خیلی مسخره بود. نه قشنگ بود تو. کجاش آقا شب آهنگ داره میان میخونه. نه شب زندگانی هم قشنگ بود. آقا محمد خون. زندگانی شو. اما خارج از رفاقت، به عنوان یک هنرمند هر موقع میبینمت یاد کارهای تاریخی میفتم، یعنی حس میکنم الان باید بگم درود بیکران. سپاهی را میبینم از آن دور به سمت تو میآیند. واس نشسته بر سر کار تاریخی بسیار سخته، یعنی من از اون آدمایم که قطعا نمیتونم، چون اولا فکر کنم 4-5 صبح آفیشی. 4-5 صبح خوبه. آره سر فیلم ملک سلیمان ساعت 3:30 پا می شدم. 3:30 صبح. 3:30 صبح. چی می خوابیدی؟ ساعت 12:20 12:30 که من تو عمرم نخوابیدم. آره و مثلا این پروسه 3.5 طول کشید. یعنی مثلا یه شب 3:30 صبح بیدار بله می شدید بله. که مثلا حالا 4 آفیش. بله به گیری من بود. یه صبحونه نه. گیریم می شدیم تا ساعت 7 در حقیقت. خدا حفظ کنه علی بهرامی فر و هر جز گوشی صدا کنه از طراحان گیریم خوب. اون موقع در خدمتشون بودیم، آقای سعید ملکان طراح گیریم بود. صبح به صبح برای اینکه من بیدار بمونم، این ریشمو که میخواست انبر فر بزنه، داغ میکرد انبره رو، یه دونه میزد اینجا رو صورت من، یه جلزی میکرد، دست منم اتومات میخورد بهش. یعنی اون یه آخ میگفت، من یه آخ میگفتم. میخواست متوجه شه داغه. آره آره، خوابمون نمیبرد و مدیون اگه فکر کنی ایشون ایستاده خوابشون، من نشسته خوابم میبرد. بعد یه خورده دور اتاق گیریم دنبال هم میکردیم، خورده یاد اقوام میکردیم، بعد دوباره مینشستیم و ادامه پیدا. تو پس کارهای اداری صبح زودی مشکل نداری الان؟ عادت کردی؟ یعنی هفته صبح. بله. من توی برنامه حالا میگم، ببین با نظر من موافقت یا حضار عزیز، من گفتم مثلا من اگر الان کاری باشم که معمولا
ما که اینجوری هیچ وقت کاری نمیشیم. شما همه کاره اینا چاکر... نه مثلا اونجوری میگم مثلا بانک ها از 4 بعد از ظهر تا 9 شب بله، شرکت ها 4 بعد از ظهر تا 9 شب، این ساعت کاری بانک ها. مدارس یه سری صبح یه سری بعد از ظهر با خانواده ها هماهنگ بودیم. بچه ها خب سخته بعد از ظهر نهار 4 بعد از ظهر والا، یعنی صبح کسی میخواد بره بیرون با تیر بزنن. اصلا صبح ما نداریم. حلیم هم همینطور، کلب شو اینا همه، یعنی اینوری میکردم سالو، یعنی تا 3 صبح همه، مثلا 3 صبح بری بانک. من شاداب، من به همه کارام میرسیدم. بله واقعا موافقات است. نه من اینقدر خدا دوستم داره حامد جان، چون اهل صبح زود پا شدنم. ما این خونه جدیدی که در جدیدی که 4 سال سعادت اینو داشتیم، مستاجر یک موجر درجه 1 بودیم، اضافه نمی‌کرد. نه به خدا انقدر این بانو درجه 1 که اصلا، نه که اضافه نکنه، اصلا انگار آدم احساس میکنه که خب 4 سال اونجا تشریف داشتیم. بله صاحب تشریف هنوزم هستیم. بله موقعی که رفتیم گفتن که خب اینور مثلا هیچ مشرفی نداشت و اینورم یه پارک بود و یه باغچه مانندم اینور بود، اینورم یه محوطه بود. گفتیم این محوطه چی؟ گفتن آقا یه پادگان 20 ساله تعطیل. چه خوب، تابستون هم بود و پنجره باز میکنه، هوا خنک و خوب و صدای پرنده و نور خورشید رو میدیدیم و اینا. 1 مهر ساعت 6 صبح 2000 نفر شروع کردن رژه رفتن و پادگان بعد از 20 سال را افتاد. منتظر بودن شما بیاری؟ بله بله بله. و خواه آقای زندگانی اومد سربازا رو بیاری. آره صبح به صبح ما صبحگاه داریم اونجا، قربونه دارم. آدم بغل مدرسه رو میتونه آره. اینجوری تمثلا آروم برو اصغری نزد تو سرمون، مثلا یه جوری آدم باش بخنده. نه نه صبح من اینجوری هم تو هم پاشدی ها؟ پاشدم آره باشدوارک. دقیقا واو چقدر بعد 20 سال راه انداختن. بعد 20 سال افتاده میخوای بمونی فعال هم هستن. بعد تازه صبحا نیستن، شامگاه هم دارن. مثلا ظهر جمعه، مثلا الان که خدمت شما ظهر جمعه، مثلا شما می یه استراحت کنی میبینی راپل بستن اینجوری از جلو پنجره رد شما، دوش موضوع اون پایین چیزا زود ولش کنی. اینجوری میبینیم همدیگره، اینقدر نزدیکیم با هم و خیلی پادگانی. آره آره دقیقاً آره. یه خونه است تو پادگان. خانم عبدالرزاقی چطورن؟ ایشون هم خوبه. جاشون خیلی خالیه. عزیز خیلی سلام. افتخار الیکا خانم، دست بزنید. هنرمند خوبی کشورمون. خیلی دوست داشتیم. پر انرژی ایشون. بله ایشون میومد که واقعا عزیز دلی. چه اتفاقی میافتاد؟ چه میکنی واقعا با انرژی خانم عبدالرزاقی؟ شما آروم‌تری. من حالا اینجوری گویا جا افتاده. ولی من آتش زیر خاکسترم. میگه ازم نترس که آره دقیقاً. ولی نه ما یکی از دلایل این که واقعا اینقدر کنار هم دیگه خوبیم و راحتیم اینه که هم دیگه نمیبینیم. ایشون صبح میره سر کار، 7 شب میاد، شما من 6 بعد از ظهر میرم، 5 صبح میام. در نتیجه خیلی زندگی خبر داری ازش؟ هر از گاهی اس ام اس میدیم بهم. پس شما میتونید سالیان سال خوش و خرم در کنار. اصلا یکی از دلایل موفقیتمون اینه که همکاریم. و ولی جدی میگم حامد، باور کن ما 2 بار این اتفاق برامون افتاد که توی یه خونه بودیم، یه 10 روز همدیگر رو ندیدیم، یه هفته. آه. ولی توی خونه بودیم. توی خونه بودیم. آره هنوز هم توی خونه ایم. آره. این کار توی خونه، هنوز توی خونه. یکی از تفاوت‌های این کار همینه دیگه. بله بله. یک پروژه آفیشش یه جوریه که واقعا آدم زن و بچه‌ش هم نمی‌بینه. بله بله بله. و این یه حس ببخشید یه به هر حال سختی داره که و ناراحتی خیلی. ببین تو الان راحت امین جان راحت بگو. بله. ما بعد صدا میذاریم که توی میگی نه, نه, نه من دلم تنگ شده. نه به خدا اصلا تازگی و تراوت این رابطه برای همینه انگار 6 ماه عروسی کرد. آره دقیقا جمع کنیم 6 ماه. آره هنوز توی چیزیم، بخش اصلشیم. چند سال ازدواج کردین با الیک خانم؟ 8 سال. 8 سال. آره امین حالا به عنوان یک طرفدار شما اینو حساب کن. بله دارم بی ادبی میکنم، جسارت من کوچیک شما. فرزن ان شاء الله ان شاء الله بعد از موجهای بعدی کرونا. آها به خاطر کرونا یه خورده دست و بال آدم میبنده. اهل دروغ مصلحتی هستی؟ بله. یا بگی بله 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 دروغگویی؟ نه حتی اگه به ضررم تمام شه. دستگاه رو بیارید. بیاری میشه دستگاه رو بیارید؟ کدوم دستگاه؟ یه دستگاه بسازید بیارید. یه چیزی بیارید وزن کنید. یه چیزی بیارید بالاخره وزن کنید. حرف ما نابود. آها دیدی داری؟
پس گفتید که دروغ نمیگید حتی اگر به ضرر باشه. بله بله. دستگاه رو واسه کنید؟ بله چشم. آقای زندگانی میشه آب بخورید با چاکرات واسه چی؟ من بازه. ببینم. چاکراها باید باز شه. بازه. خب یه کوچولو آب بخور رومونو زمین نزن دیگه. این دستگاه دروغ سنجه. گره خورد. گرهشو وا کن بد بیار سعید جان آبرومونو بردی آخه تو. آقای زندگان معذرت نه تمنام. ما اگر میدونستیم اینقدر گره خورده زودتر شروع میکردیم. بزرگوار عزیزم اینو ببندید بی زحمت. بله. اینو برای آقای زندگان درست. خیلی سفت نه اما باد رو نبض شما. این آهن باد رو نبض. بله بله. چقدر برقو میتونی تحمل کنی؟ خیلی. این 220 خدا رو شکر. خدا رو شکر. من معمولا خانم الیکا عبدالرزاقی بله. به ما زنگ زده بله. گفته کارتونو یه سره کنید. بله بله. شوهری که هیچ وقت خونه نیست. من معمولا سفاز کمتر جواب نمیدم. برو برو اون دکلو بیار دکل. خب هر وقت ایشون دروغ بگه اون بوق میزنه. البته اینو بگم دستگاه الکترونیکی احتمال اشتباه داره. خطا زیاد اشتباه میکنه داره. خطا زیاد نه کم. سری میگه خطا زیاد. سوالات آها الان استرس دارین؟ نه چرا بوق نزد؟ خب برای که درست گفتی. حالا به خانم دروغ گفتی؟ بله. تا حالا رازی رو به دوستت گفتی و تأکید کردی که خانومت نفهمه؟ بله. بابا همه رو راست میگه که. تا حالا خودت رو به جای برادرت جا زدی جایی؟ مثلا در دوران قبل از معروفیت؟ نه آخه همیشه منو به جای امید اشتباه میگیرن. اشتباه میگیرن هنوزم. تا حالا شده خانومت غذای بدمزه درست کنه و تو بگی به به چقدر عالیه؟ نه 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 بدمزه درست هم بکنه من خوردم نگفتم به به. واقعا سوالت دو تا جواب داره. آها نگفتی نه. آره ولی مثلا گفتم مثلا اینش اینجوری اینش اینجوری چون آشپزیم خوبه. انتقاد میکنی؟ آره ولی اصولا آشپز خوبیه. کی؟ الیکا. میشه از آشپزیش تعریف کنی؟ آشپزه. جایی پارتی بازی کردی؟ یادم نمیاد. نمیدونم آخه ما به قول خودت ما کاری نیستیم که پارتی بازی کنیم. نه مثلا از شهرتت سوء استفاده کنیم. نه دستگاه شروع کرد آخه نه ببین دستگاه تو با من یه مشکل اخلاقی داره. من احساس میکنم شهرتی ندارم. بابا خدا اگه شما شهرت نداری پس شهرت به چی میگن پس؟ من نمیدونم. نه بابا این حرفو نزنی. تا حالا بعد دروغ به همسرت گفتی وای چقدر لباست بهت میاد عزیزم ولی تو دلت گفتی این چیه پوشیده؟ نه نه برای اینکه راحت نظر رو میگم. میگی؟ آره. تا حالا سر معلمات بلایی آوردی در دوران تحصیل؟ زیاد. ببین <تص-> به کسی وعده بازیگر شدن دادی؟ هرگز. چقدر مطمئن گفتی؟ برای که همه رو اصلا چیز میکنم میگم نیاییم. واسه حضور کسی شده یه پروژه رو قبول نکنی مثلا پرسیدی؟ بله باید. آفرین خیلی قاطع گفتم. از زنت پول قرضی گرفتی؟ بله. ماشینش هم قرضی میگیره دیگه پول. شده سر پروژه به خاطر یه دومای آبربانکش دستم بود چیکار کردی؟ اون میگه پول برام بریز. خالیش کردی خوب یا نه مدل مخوره؟ نه چیزم آره منصفم. شده سر پروژه به خاطر پول قهر کرده باشی حتی برای یک مدت کوتاه؟ بله. پول نمیدن؟ نه خوب پول نمیدن. بله. حساب بانکی مخفی داری که خانومت ندونه؟ نه خیر. میگم خونه نرو. همزمان دوتا پروژه با هم بودی؟ بله. حاضری خانومت گوشیتو چک کنه؟ بله. این لجه با تو به خدا همینجا به خدا آخه نه اون گوشیه رو نمیبرم خونه. شوخی میکنه خدا وکیلی پاستوریزه تر از امین زندگانی هست که گوشی دیگه اون چیزه رو شیشه شیر منم دیگه گاوه. اونم خانومش الیکا عبدالرزاقی بعد گوشی دیگه. تا حالا جلوی خانومت از خانوم دیگه ای تعریف کردی؟ زیاد. واکنشش چی بوده؟
یا تایید کرده یا تکذیب کرده. عصبانی نشده اصلا، یعنی یکی از بزرگترین حسنای الیکا اینه که اصلا واقعا مدل زن برخورد نمیکنه، خیلی جا واقعا مدل همکار برخورد میکنه. نه این احتمالاً اتصالی کرده. نه دستور قبول دارم، دستور خوبیه. و آخری سوال، امیدوارم صادقانه بمانجه، تا حالا از خانومت کتک خوردی؟ بله. اینو باز کن، اینو باز کن، باید حرف بزنم. افتخار همینجا زنگ بزن، زنگ بزن. دیدی چی گفتم؟ گفتم به افتخار امینجان زنگ بزنی، همه بگید لللللل. ببین من چقدر استرس این سوالو گرفتم، سوتی دادم. کی کتک خوردی عزیزم؟ مگه ما مردیم؟ نه نه یه بار شوخی شوخی. نه 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 خیلی، آره من شوخی کردم ولی اون جدی زد. یه نقش پلیس بازی میکنم، یه مدت یه دونه این چیزا که برق داره دستم بود، آره امانت بود، خیلی دلم میخواست روی یکی تست کنم. آره بعد خانومت انتخاب کردی؟ گفتم اونم تجربه بکنه، اونا خیلی درد داره اصلا. آره خیلی گویا درد داره، یه برق آره. میاد تو وجودت میلرزی. آره الیکو هم همینو میگفت، تو شورش ها به کار میبرن. الیکو هم همینو میگفت. پس اگه نزدت اشتباه کردی. نزد بگو از اولش بگو رفتی یه ببین دستم بود، یه مدت نگفتی. نه چرا، هی اصرار میکنم میگم جان من بذار یه دونه بد بزنم اینو. میگم آخه برای چی؟ میگم میخوام تجربه کنی. میگم خب به خودت بزن. میگم خب کیف نمیده، یه دونه به خودم زدم کیف نداد. بعد گفتم که ببین تجربهش خوبه، به هر حال داری میبینی اتفاق فلان بدونی چیه. آره بعد گفت نه، گفتم یه دونه جان من. گفت نه، گفتم یه دونه زدم. هنوز میگم نه و زدم. آره زدم. خب یه صحنه داره بروسلی بلند وارد میشه، بعد دو تا پا میزنه این. آره آره یهو دیدی زد. آره زد و یه طرف خودش رو یخچال، منم اینور توی چیز پنجره آشپزخونه. واکنش ناخودآگاهش بود از آره. اون شوکه. آره آره آره. و بعد چی شد؟ حالش خوب بود؟ و بعد من یه تایم طولانی به جای تردمیل دور خونه میدویدم که لاغر شم. دنبالت. آره. هی میگفته بزنم. ولی خیلی کیف داد. آره. خدایش. پس اون امین زندگانی که تالو تصور میکردید و همه رو بریزید دور، اصلا آروم نیست. خیلی هم آزار میده. اتفاقا خانم عبدالرزاقی تو خونه آروم، بیرون پول انرژی. کاملا برعکسن. یعنی قول گرفته از من که نترسونمش تو خونه. مثلا یکی از تفریحات هم اینه که مثل مایی پس. آره کلا مثلا میرم یه جایی تو خونه، مثلا بر میگردم آهسته اگه حواسش نباشه، یو از پشت سر صداش میکنم مثلا. خیلی حال آره. میده. نه برای ورزش خوبه، چون بعد تحرک داریم. بله آپارتمان خونه کوچیک. میترسونه که دم. آره آره و هیجان داشته باشه، آدرنالین ترشح بشه تو. آره واقعا. آره یعنی آدرنالین خیلی بیماری ها رو از بین میبره. خیلی دیدی میرن شهر بازی بل. بعد میرن اینو میگیرن. من یه چند وقت پیش رفتم شهر بازی، یهو دیدم یه صفحه از اینجا دروغ نگم تا 5 کیلومتر صفه، بعد اینجوری بود صفحه. بله میدونم چند نبود تهش کدومه. آره. خب اینا کجا دارن میرن که اینقدر مهمه براشون؟ دیدم همه سوار میشن، کل بازیش 20 ثانیه نیست. بله این میگیره میکشه 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 تا اون تا یهو ول میکنه، بعد میام پایین هم میگه. چون ما چیز نداریم نمیتونیم مثلا این جای شلوغ بریم و آره. فلان و شهر بازی بریم. من شهر بازی رو بردم خونه. آفرین. آره یعنی خانم رزاقی رو بشونی روی موب، بکش 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 بکش, بکش. آره تو پادگان در بیاد پایین. آره آره. همه تیر تا 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 تا. خب همچنان در کنار امین جان زندگانی هستیم، چون قراره با هم باز گفتگو کنیم. تازه بازی داریم. اینم قبل از اینکه بریم و بیایم اینو بپرسم که چقدر اهل برد و باختی، چقدر برات مهمه؟ ببین من اصولا اهل بازی تیمی ام، این بازی دو نفره و فلان و اینها اصولا چون همیشه میبازم. مثل فوتبال مثلا. آره 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 فوتبال. یعنی تک به تک خیلی نیست، سنگ نمیدونم خرپلیس، بازی زمان ما دیگه بر که بر. اصولا آسیب میزدیم دیگه به خودمون بر. دیگه الان که سنمون رفته بالا میفهمیم مثلا مهره گردن جابجا شده. واقعا اون خرپلیس چی بود؟ خیلی هیجان داشت ولی همه میومدن یکی وام میساد در آره. دیوار همه اینجوری. نه حالا هیچ اصطلاحی نمیشه بکنم. نه دیگه این بود دیگه. آره آره آره. نه توضیح بده، من انجام میدم شما توضیح. اینجوری پشت به پشت هم دست میکنم. ببین یکی اینجوری وام میشه. آره آره خب. دقیقا یکی اینجوری گارد میگرفت. الان یکی گارد گرفته. آره سرش رو طرف مقابل داشت. آره احسن. دومی کجاست؟ همونجا. آره اینجا اینه. بله سومی همینجوری میره تا آخر. بعد میرفت تا آخر. بعد اون تیم میرفتن اون ته
میدویدن دستشون رو میذاشتن حالا رو اول هرچه پرش بهتر اون تیم قوی‌تر جلو میومدن پایین. یعنی تو شکم نفر اول تکنیک داشت هر گروهی که جا داشته باشن بقیه سوار شد. بعد اونا اون زیر کمر داغون برای همین نسل خوابید دیگه وقتی که یکیشون میخوابید میگفتن خر خوابید. بعد برای نسل جدید واقعا خر خوابید. آره میگفتن خر خوابید. نه به خدا این اصطلاحات. آره بعد تکنیک داشتیم. مثلا ما تو کوچه میدونستیم فلانی پرموه. خب بعد اگه نفر آخر قرار میگرفت با بچه‌ها قرار میذاشتیم که چنگ بزنیم بکنیم که این جلوی رو ول بکنه بریزه. خر ببازن. آره ببازن خر بخوابه. آره خر بخوابه. بعد مثلا هفت سنگ یکی از کشفیاتمون این بود که توپ موتی رو بندازیم تو آب جوب خیس بکنیم که میزنیم قشنگ کبود کنه. بازی سلامتی بود ولی هیجان داشت. مثلا الان همه تو گوشی. آره. اون هیجان ها اومده تو گوشی. خر اون تو میخوابه. بله خر باید بیرون بخوابه. بیرون بخوابه اصلا. اصلا از چه بحثی گفتن. با کارشناسی داشتیم ما. از قدیم گفتن خری که بیرون نخوابه خر نیست. خری که تو ولش کن این خر با اون خر که بیرون بخوابه خر نیست. این خری که میگن خر نیست. این خر مثل هر خر نیست. براش آهنگ هم ساختن. یه سری ایموجی بچه ها قراره به شما نشون بدن رو صفحه ویدئووال. شما اون ایموجی ها یه سختیش اینه که چیزی که از اون تو دریافت میکنی فیلمیه که خانومت بازی کرده یا سریالیه که خانومت بازی کرده. مربوط به شما نیست. بله خب چرا اینقدر سخت اون وقت؟ ما ببینیم چقدر کارهای خانومت دنبال میکنی. من خیلی دنبال میکنم. پس الان باید بگی. میشه به راست بچرخید بگید؟ بله آخه پشت به شما میشتم. نه نه عشقم نه بابا چاکرم. بله بمب خنده. بمب خنده باریکلا چقدر سریع. این آسون بود. این آسون بود. این خنده بود. بمب دیگه نمیتونستی بگی که مثلا بگم بمب قهوه تلخ. باریکلا خود کمک کن خانم دلان ببینه کیف میکنه. کره خنده ساخت ایران. نه نیست که نمیاد. آره آره یه فرصت دیگه بدید بچه ها عجله نکنید. آخه خیلی بیرفته. یک کره زمینه. یک آقای سیبیلو داره میخنده. کره زمینه چیه؟ مرد هزار چهره. مرد مردان زمین زنان مریخ مردان ونوسی. ببینیم مردان زمین رو گفتی. گفتم ولی تهش گفتی مردان ونوسی. آره. بعدی ویلای من. ویلای من باری کلا. بعدی از چهار تا سه تا درست. گل باران چیز الان بهت میگم سریاله یادم رفت. بوی باران. بوی باران. گل باران. باران گل. این گل. بیشتر به بوی باران میخوره. بوی باران. بوی مگه داریم همچی اصلا فیلمی؟ نه الان میگم اسم یه سریالی بود شمال چی؟ پس از باران. نه پس از باران بازی نکرده بود. یه سریال بود آوای باران. نه آوای باران هم نه نه چیه باران؟ ای خدا یادم نمیاد اسمشو. سریال رو میدونم. ببینیم بوی بارانی که من گفتمه باران بهاری. آها اون گل نشانه. نه اون گله من بهار رو چجوری تشد میگه با یه گل بهار نمیشه. خب همون بهار دیگه. خب میگم با یه گل بهار نمیشه پس نمیتونه باران بهاری با یه گل بهار نمیشه. دو سه تا گل بود بهار. بعدی چجوری تو آها شبا شبا. خب پس از 5-6 تا یه دو تاشو نه 5 تا بود 3 تاشو درست گفتی. 3 تاشو درست گفتی. دمتون گرم. من ابتدای برنامه باید شما رو به یک دمنوش خواهش می‌کنم. اهلش هستی؟ بله بله بله. آقا بعضیا فقط قهوه می‌خورن، بعضیا فقط چای می‌نوشن. من چای نمی‌خورم معمولا. چای نمی‌خوری؟ چای نمی‌خورم. آره آره آره. یعنی شاید چرا؟ اگر بچه‌ها گفتن سیاه می‌شی ترسیدم نخوردم. خب اون بچه‌ها به خاطر چیز دیگه می‌گفتن. خوشک سیاه می‌شد. نه زرد می‌شد. زرد می‌شد. نه ولی گفتن خودت سیاه می‌شی. که نخوری. که نخورم. آره آره به علاوه به علاوه سیستم اقتصادی خانواده قوی بود تو زن. آره یه چای کمتر زندگی بهتر. و اینکه پس دمنوشو هستی. آره دمنوش.
میتونم الان شما رو به دمنوش دعوت کنم. میل ندارم، همین آب عالیه. اینم که تیرکس، نوشابه انرژیزای تیرکس. معمولا تیرکس ما رو میخوره، ما چجوری تیرکس رو بخوریم؟ حالا ببین ما چقدر قوی هستیم که تیرکس رو میخوریم. نه، تیرکس رو میخوریم، به اندازه تیرکس انرژی میگیریم. بمب انرژیه دیگه، بمب ویتامین بیه. ولی من دوست دارم یه دمنوش دعوت دست شما. اگرم نخوردید نخورد. دم دست شما. فقط در انتخاب دست شما به چیزی بخوره اصلا مگه میشه آدم نخوره؟ چاکر. من سعی میکنم دستم بهش نخوره ولی. فدای شما باشم. به چی وایرلس میخوای بریزی؟ نه، برای قوری رو که آره. بله بله. فقط همش شما انتخاب کن. چش. ببخشید من باعث شدم شما بیستید. نه من کیف میکنم. میشه بخونید طعمشو؟ بله بله. فقط من گلگاو زبونو نیستم. چرا؟ طعم گل گاوزبون رو دوست ندارم. آها شما دوست ندارید. آها برای شما هم انتخاب کنم. گاوزبونا ناراحت نشن. بله بله. من چای سبز رزماری گل محمدی خوبه برای چای شما. چای سبز رو هستم لاغر میکنم. بله بله. چای بله سبز بله. لاغر میکنه. خب ببخشید. این برای شما. ممنونم. فدای شما بشم. یکی هم برای خودت. چش. نوش جان. من ای بابا ترسیدم. آب جوشه کجا داره؟ وای نریزی. بیا بریز آب جوش رو. نه خوب بود. اصلا انتظارش نداشتم. نه دمنوش علکیه بابا، دمنوش کی میده؟ توی اوضاع گرونی. والا. آقا گفت نه حالا میل نمی‌کنم آب می‌خورم. گفتم ای داده بیدا. چیکار کنم بیاد تا اونجا؟ آقا یه مهمونی هم داشتیم گفت اصلا. دمنوش اصلا. گفتم بدبخ شدم من چیکار کنم؟ گفتم حالا بیا برای من انتخاب کن. بله من جاتون بودم این ماسک اینو درست میکردم. تیرکس و آره آره چشم. آره چشمتون میبله. ترسیدی ولی یه آره بابا. اینقدر خانوم تو نتر. اون به ما گفت رو به ترسون. خیلی کیف میده ولی. امین خان بازی که یا من میبرم یا شما که ایشالا من ببرم. انشالله. چون اگه شما ببری بازی ایراد داره. ما مشکل داریم. شما خوب نبودی. هر کدوم در هر مرحله سه تا توپ پرتاب میکنیم باید بزنیم به میز. نه اینجوری نداریم ها. بله. باید بزنیم به میز یا یک بار حداقل. این لیوانایی که آب رنگ نداره هیچی پوچه. بله. لیوانایی که قرمزه امتیاز محسوب میشه. بله. از سه پرتاب هر چقدر قرمز بیشتر شما برنده اید. بله. و بازنده باید کارت بکشه و اون دستور رو انجام بده. یا خدا. بله. اون دستور هر چیزی میتونه باشه. واقعا. من شروع کنم یا شما؟ خواهش میکنم. بعد شما بفرمایید. خواهش میکنم. نه تمنا. زشت نباشه. نه تمنا میکنم. میخوای شروع کنی؟ نه خواهش میکنم. بعد نگی چرا من شروع کردم. نه تمنا. سفید بود. آه سه تا میندازی. بله. بازی ایراد داره. دو تا افتاد هر دو تا آب. یه دونه شما قرمز بندازی برنده. اجازه هست؟ خواهش میکنم. مطمئن داری میندازی؟ یه جوری انداخت. خدایا این آخری. نتالی نتالی چرا گفتم نتالی؟ همین خان میشه پاکت منو شما برد. بله 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 با کمال میل. تا گفتم نزنید توپش افتاد تو لیوان قرمز. مشکل پس شما بودید. ولی بعد موقع من نمیزدید توپش فرد افتاد تو قرمز. من بخونم یا شما بخونم؟ بخونید برام. یا خدا رحمیله رحمیله رحمیله. آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا رو با لحن مختار بخون. خدمت شما. یعنی فکر کنم سخت‌ترین تنبیه. میکروفون رو بدین. وطنم اشکوی پا بر جا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار و زخمی سر با لحن مختار. بله با لحن مختار بده من. موزیک قطعا نمیشه.
با اجازه. تمنا میکنم. به هر حال جلوی شما مختار بمونه. اختیار دارین، خواهش میکنم. من از طرفداران شما هستم. نمیخوام طرفدارم باشی. باختم. بدم باختم. و بذاری برم من. ندنن. ای شکوه باور جان. در دل اعتماد دارن ها. کشور روزهای دشوار. زخیه سرولد باران ما ایستادی به جنگ رودن چجوری بخونم آقه بطنم خب میکروفونو بذارم چون باش باز کار داریم شلکه دیگه ببازی تو پس امین نه الان دست چهارمه دیگه نه اصلا تا صبح باید بازی کنیم ای بابا یه دونه بچه یه دقیقه نزنید الان معلوم میشه مشکل چیه بزن نه بزن بزن الان حتما بزنید آب بود آب بود میشه پاچت بیارید برای من بیارم بله بله ما باختی بله میخونم تازگی ها خیلی بدشانس شدم تو بازی آخ جان ای جان ای خدا کاش از خدا چیز دیگه خواسته بودم حالش خوب نیست ها نه حالم خیلی خوبه بفرمه نه بله دستگاه ویبره و آهنگ بخون چی بخونم دیگه چی بخونمشو من نمیدونم جوونیت رفته صدات رفته دیگه روی دستگاه ویبره یه آهنگ همینجوری بخونم بخون بچه همه تنبیه خوب داره برای من کمکت کنم مهمانمون آقای زندگانی بود تقلب نکنی آقا آخر بزن آخرش 99 99 به خودت هم میفته با اجازه کمک کنم بذار نمیخواد این بیست صاحبو کی اختراع کرده آخه نه برو وایسا واس و وایسی روش واسم نمیتونم چرا میتونی وایسا آمد نمیتونم کمکت میکنم نمیتونم چی بخونم دوست دارم الان باهات باشم یه جا بهت بگم دوست دارم بگی چقدر به جا دوست دارم یواشکی همش نگام کنی وقتی میپوشم لباسم و بگی کجا بگم دشویی مثلا روزون کنی بوم بوم کنه قلبم مثلا هیلش کنی راکش کنی از من مثلا شما رو تو روشن کنی هر شب مثلا بارون بشه چتر با نشه بابا من تو یعنی کار دنیا صد من تو مرسی انتقال خود من کوچیکترین عضو خانواده هنر هستم اینو بدون ارباب و تعارف میگم فقط به اندازه وسعم تلاش میکنم یه کوچولو گل لبخند رو به مردم کشورم هدیه بدم امیدوارم که منو ببخشن اگر ضعیفم شما قلبتون دریاست قربونت برم یک هدیه ناقابل امین زندگانی همراه با امین زندگانی و در اون قاب هم که جاشون سبز خانم عبدالرزاقی کلی هم باشون شوخی کردیم ان شاء الله 120 سال در کنارم خوش باشی مرتضی تهرانی جان همینجا کشیدیم آیه تهرانی عزیز به افتخار مرتضی جان هم دست بزنیم قربونتون برم فدای شما بشم خیلی یادگاری عزیز همین جان من میذارم توی پکش بله پکشو ببرم یا پکش میبرم بله حتما ببریم بله ما خیلی پول داریم خدا رو شکر خدا بیشترش فقط دم در بذار بله چشش آره میدم زفر تو شکلات بذار پس بده شاه حسینی تو شکلات تختی بذار پس بده خیلی مخلصم از صمیم قلب برات بهترین ها رو آرزو میکنم ان شاء الله که شما. پر از کار قشنگ و زیبا عذرخواهی میکنم به افتخار امین زندگانی عذرخواهی میکنم بردم خدا عزیزم همینجا عاشقت